سلام بچه ها، هلو لوفلیز، شایانم. یه بار دیگه اومدم پیشتون با یه ویدیو جدید. میدونم که فکر کنم که دلتون برای میمونی هم تنگ شده باشه. میمونی ما اینجاست. میمونی هم دوست داره به شما سلام کنه. میمونی سلام میکنی؟ سلام بچه ها، کرد بهتون میمونی. خیلی از شما به من گفتید که میمونی رو خیلی دوست دارید و دلتون تنگ میشه براش. میمونی هم همینجور، منم همینجور. خیلی خوشحالم که باهاتونم. بچه ها یه ایده ای داشتم، یه فکری داشتم، میخواستم یه بازی درست کنم. بعد برای اینکه این بازی رو درست کنم، مثلا برای اینکه یه سری نقاشی روی جعبش بکشم، داشتم با خودم فکر میکردم که چه جوری باشه. ها، میمونی میگه که همونی که بازیش با کلمه ها و ایناست. آره میمونی. میمونی میگه آره میدونستم، حدس میزدم اینجوری باشه. بعد گفتم خب این کار باحالیه، کار بامزه ایه، بیایم با هم دیگه انجامش بدیم، شاید شما هم خوشتون بیاد. موافقین؟ اگر آماده اید برید قلم و کاغذ یا مداد و کاغذاتون رو بیارین. میخوام یه کاری با هم بکنیم با حروف و نقاشی. با هم دوست داری میمونی؟ دوست داری برامون تو هم نقاشی بکشی؟ میمونی هم خیلی دوست داره. پس بدوید کاغذ و مداداتون رو بیارین. میخوام یه بازی قشنگ با حروف بکنیم، حرف ها، یعنی حروف الفبا یا الفابتس. بدوید بیاییم. خب اومدین؟ بریم. پس من اینجا خودم رو کوچولو کنم که من و میمونی با هم شروع کنیم نقاشی کشیدن. آماده؟ من اومدم این پایین دوباره بچه ها، کوچولو شدم. خب میمونی از چه حرفی شروع کنیم؟ تو مگه الف با بلدی؟ بلدی واقعا؟ خب حرف اول مثلا الف بای انگلیسی چیه؟ چی؟ ای بچه گفت ای، فکر کنم من برام عجیبه چون زبون میمون ها معمولا اینجوریه که آدم نمیفهمه، ولی این خیلی شبیه ای بود واقعا. درست گفت. میمونی از کجا میدونستی؟ میمونی یه چیزای عجیب غریبی بعضی وقتا میدونه، آدم تعجب میکنه. ولی خب بریم با ای ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. بچه ها میخوایم حرف ای رو بکشیم بعد تبدیلش کنیم به یه نقاشی. هر کی هر ایده ای که داره قشنگ و خوبه، و من اینجا مثلا یه ایده که به ذهنم میرسه رو میکشم، شما هم ایده هایی که به ذهنتون میرسه رو بکشید. اگر هم حروف بلد نیستین، میتونید مثلا از پدر یا مادر یا برادر یا دوست یا خواهر بزرگتر خواهش کنید حرف رو براتون بکشن، بعد شروع کنید ببینید که اونو میتونید تبدیلش به چی بکنید، به چه نقاشی، چه حیوانی، چه موجودی، چه شیئی. فکر خوبیه؟ میمونی تو میخوای برامون بکشی ایو؟ خب بچه، پس من مثل اون دفعه این قلممو بدم دست میمونی. میمونی برامون یه ای بکشه. آماده ای میمونی؟ خب بریم. آفرین میمونی، عجب ای کشید بچه میمونی برامون، خیلی خوب کشیدی. میگه بله میدونم خودم، خیلی خوب کشیدم. خب بچه حالا به نظرتون ایو مثلا چی کارش میشه کرد؟ شاید خیلی کارا بهش بشه کرد، به خیلی شکلا بشه تبدیلش کرد، ولی چیزی که به ذهن من رسید این بود که میشه اینو تبدیلش کرد به یه خونه. میمونی میشه من اینا رو بکشم؟ نه؟ چرا نه؟ میگه که من میخوام بکشم. باشه تو بکش. میمونی بچه ها برامون میکشه. خب میمونی جون بکش ببینم بلدی یا نه. Kaku, kaku, kaku.
بچه ها میمونی برامون کشید. میمونی خیلی خوب کشیدی، باری کلا. خب بچه ها پس دیدیم که خیلی قشنگ، بذارید من ایشو براتون بکشم. بکشم میمونی، بذارید رنگش هم عوض کنم، مثلا رنگشو میکنم قرمز که حرف ایو بتونیم قشنگ توش ببینیم. نگاه کنید، این حرف ای بزرگ الفبای انگلیسی توی این نقاشیمون هست. حالا شماها هم میتونید هر نقاشی که با این تونستید بکشید و خودتون تنهایی با کمک بقیه بکشید. اگه دوست داشتید برای من بفرستید، من شاید بتونم اینجا نشون بدم. و این خونه با حرف ای انگلیسی که اولین حرف الفبای انگلیسی. حالا با فارسی چیکار میتونیم بکنیم؟ بریم ببینیم. بچه ها حرف اول الفبای فارسی مثل ای تو انگلیسی که از آ، اونم آ، بهش میگیم آی با کلاه یا آی کلاهدار. بذارید من یه آی با کلاه بکشم. میمونی اجازه هست؟ میمونی اجازه داد. بچه ها این آ، اینم کلاهش. خب حالا اینو تبدیل به چی کنیم؟ یکم فکر کنیم ما هم. چیزی به ذهنت رسید میمونی؟ خب بچه میمونی چی به ذهنش رسید؟ میکشی برامون؟ خب ببینیم چی میخواد بکشه. بچه ها چه چیز قشنگی کشید میمونی، یه کبوتر یا یه جوجه برامون کشیده که داره مثلا آواز میخونه، داره صدا از دهنش در میاره. آره خب این خیلی قشنگ شد میمونی، باری کلات. میمونی هم خلاقیتش خوبه، خوب فکر میکنه خیلی وقتا. خب بچه ها جون، اینم ا یعنی آی با کلاه فارسی. اینم بذارید من با قرمز بکشم که مشخص باشه. این یه خط صاف میشه آ، اینم کلاهش آی با کلاه. پس این آی با کلاه در واقع توی این نقاشیمون هست. حالا بچه کلی حرف داریم تو الفباهای زبانهای مختلف، فارسی، انگلیسی، خیلی زبان‌های مختلف جاهای دیگه دنیا که میشه باهاش کلی از این کارو کرد. شما اگه دوست داشتید، به نظر من خیلی فکر خوبیه، به نظر میمونی هم همینطور، مگه نه؟ اگه حروفو بلدید که خودتون شروع کنید، مثلا ایو بکشید ببینید ازش چی میتونید در بیارید. اگه بلد نیستید مثلا به پدر مادر بزرگتر بگید مثلا اون حرفو براتون بکشه، شما شروع کنید باهاش نقاشی کردن. تازه حالا من اینجا رنگ مشکی استفاده کردم، ولی خیلی میشه با رنگ‌های مختلف. من نشون میدم بهتون، میشه مثلا جذاب کرد اینا رو، میتونید مثلا رنگای مختلف بدید بهش، بعد با این رنگا کلی قشنگترش بکنید. این فقط خیلی ساده نشون داد که با حروف الفبا میشه نقاشی‌های مختلفی کرد. یه چند تا مثال کوچولو هم من بهتون نشون میدم. یه مثال سادهش بچه ها اینه، مثلا نگاه کنید، این ته دو نقطه فارسیه که خودش تقریبا میشه به شکل یک صورت خندان خیلی راحت. یا مثلا این زه دسته داره که من اینجا تبدیلش کردم به یه آدمی که اینجوری اخموه و داره با اخم نگاه میکنه، یکم عصبانی و ناراحته. مثل این که بچه ها چند تا حروف هم میتونید با هم دیگه مخلوط کنید. مثلا اینو ببینی، این مثلا یه سگه که 3-4 تا حرف مختلف فارسی توش هست. اگه دوست داشته باشید این کارو هم میتونید بکنید. خب
من اینجا تموم میکنم این ویدیو رو. اگه دوست داشتید نقاشیتون رو برای من بفرستین تو اینستاگرام، من ببینم، خیلی ذوق میکنم وقتی کاراتون رو میبینم، دلم براتون تنگ شده. و اینا رو اگه بفرستید سعی میکنم که نشونم بدم توی ویدیوهای آینده. فعلا ازتون خدافظی میکنم، میمونی هم خدافظی میکنه، خدافظ تا دفعه دیگه. راستی بچه ها اینم بگم، اینم این جزء کلاس های مدرسه ریشه نبود، این کاری بود که من خودم انجام میدادم، فکر کردم که شاید شما هم خوشتون بیاد. کلاس های تابستونی هم احتمالاً تا حدود یه ماه دیگه شروع بشه، من اطلاع رسانیش رو جداگانه خواهم کرد. خدافظ فعلاً.